سرخط اخبار جرمی پاول رئیس فدرال رزرو کنگره را در مورد انتظارات خود برای اقتصاد ایالات متحده بروز می کند. بررسی داده های تقویم اقتصادی روز بانک ژاپن وام مستقیم خود را برای شرکت ها تقویت کرده است و آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تقاضای نفت به مراتب بیشتر از آنچه در ابتدا تصور میشد رشد میکند. اخبار ارزهای مجازی و جفت ارزها در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیز. امروز سه‌شنبه 16 ژوئن 2020 برابر با 27 خرداد ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: پاول برای شهادت در کنگره آماده می شود. جرمی پاول رئیس فدرال رزرو در گزارش نیم ساله خود به کنگره در مورد وضعیت سیاست‌های پولی در کمیته بانکی سنا شهادت خواهد داد. پاول قرار است اولین پیش‌بینی‌های جدید امسال بانک مرکزی فدرال را برای اقتصاد ایالات متحده رونمایی کند که در ماه مارس به دلیل عدم قطعیت ناشی از بیماری همه‌گیر برنامه ریزی شده است. او همچنین به احتمال زیاد در مورد اثر بخشی محرک فدرال رزرو صحبت خواهد کرد که از امروز به شکل خرید مستقیم اوراق بهادار شرکت‌های بزرگ شروع خواهد شد. فدرال رزرو و اساس شاخص‌های داخلی توسعه یافته و با در نظر گرفتن اوراق قرضه تا 9.6 تریلیون دلار سهام از شرکت‌های واجد شرایط خریداری می‌کند. صادر کننده این سهام واجد شرایط باید تا 22 مارس دارای رتبه درجه امن سرمایه گذاری باشد و اوراق بهادار باید دارای سررسید باقی مانده کمتر از 5 سال باشند. شروع اعلامیه بانک فدرال نیویورک مبنی بر آغاز خریدهای این هفته کافی بود تا اطمینان حاصل شود که سهام ایالات متحده در روز دوشنبه در قلمرو مثبت بسته می شود، حتی اگر در اعلامیه فدرال رزرو این برنامه در ماه مارس به طور واضح پیش بینی شده بود. بعد از اتمام جلسه آقای پاول و در بخش‌های بعدی اخبار در این مورد اطلاع رسانی‌های بیشتر انجام خواهد شد. رشد خرده فروشی و کاهش تولیدات صنعتی در امریکا. شاخص خرده فروشی پس از افت به رکورد منفی 16.4% در آوریل و در مقابل پیشبینی رشد 8% 2 برابر افزایش یافته و در 17.7% اعلام شد، به طوری که خرده فروشی کالاهای اساسی نیز در مقابل پیشبینی 5.5% بیش از 2 برابر رشد کرده و به 12.4% رسید. شاخص‌های خرده فروشی مدت 3 ماه متوالی کاهش یافته بودند که برای اولین بار در مدت 8 سال گذشته این اتفاق افتاده است. امروز همچنین شاخص تولیدات صنعتی نیز ارائه شد که کمتر از پیشبینی‌های رشد 2.9% در 1.4% دیده شد. در دیگر جاها امروز نرخ اشتغال و بیکاری بریتانیا نیز اعلام شد و در حالی که بر اساس داده‌ها 6000 شغل جدید ایجاد شده و نرخ‌های منفی اشتغال ماه گذشته تبدیل به نرخ مثبت شده است، نرخ بیکاری در همان 3.9% ماه قبل باقی ماند، در حالی که پیشبینی‌ها برای رشد نرخ بیکاری به 4.7% رسید.
اما در کنار رشد اشتغال میانگین درآمد شخصی در مقابل رشد 1.4% تنها 1% در ماه آپریل رشد داشت که پایین تر از پیشبینی ها و رشد 2.4% ماه قبل بود. بانک ژاپن پیش از جلسات دیگر بانک های مرکزی برنامه های محرک را تقویت می کند. بانک ژاپن اندازه برنامه وام مستقیم خود را برای شرکت ها را از مبلغ 700 میلیارد دلار که پیشتر اعلام کرده بود به 1 تریلیون دلار افزایش داد. این خبر تأثیر کمی روی ین داشت، زیرا معامله گران از قبل پیش بینی این امر را داشتند. با این حال این امر از کاهش ریسک در بازارهای خارج از کشور حمایت کرده و امیدواری برای اقدام بیشتر بانک مرکزی امریکا را نیز در طول هفته تقویت می کند. علاوه بر خرید اوراق قرضه جدید فدرال رزرو امریکا و اقدام اخیر بانک ژاپن، از بانک‌های انگلیس و بانک ملی سوئیس انتظار می‌رود که هر دو روز پنج شنبه در جلسات برنامه ریزی سیاست‌گذاری خود محرک‌های تازه‌ای را اعلام کنند. در جاهای دیگر فابیو پانتا از بانک مرکزی اروپا اظهار داشت که بانک مرکزی اروپا ممکن است در خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها از فدرال رزرو پیروی کند. آژانس بین‌المللی انرژی رشد چشمگیر تقاضای نفت را مشاهده می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود در مورد بانک جهانی نفت پیش‌بینی‌های خود را برای کاهش تقاضای نفت امسال کاهش داده است. IEA پیش‌بینی خود را برای رشد میانگین تقاضا تا 500 هزار بشکه در روز تجدید نظر کرد. در پیش‌بینی کنونی تقاضا به طور متوسط 8.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته، به جای 8.6 میلیون بشکه کاهش در روز که در ماه گذشته پیش‌بینی شده بود. این هنوز بزرگترین افت سالانه از زمان آغاز ثبت داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی می‌باشد. IEA همچنین نسبت به سال 2021 خوشبینانه‌تر عمل می‌کند. این امر نشان می‌دهد که بازار با توجه به مشکلات مالی در صنعت شیل ایالات متحده سریع‌تر از آنچه بسیاری تصور می‌کنند دوباره تعادل برقرار خواهد کرد. معاملات آتی نفت خام ایالات متحده امروز 1.2% رشد داشت و به 37.60 دلار رسید، در حالی که نفت برنت نیز با 1.6% رشد به 40.35 دلار افزایش یافت. رشد بازارهای سهام با امید به اقدامات بیشتر. با توجه به اقدامات انجام شده یه بانک ژاپن از یک طرف و نشانه هایی از اینکه بانک‌های مرکزی اروپا و امریکا نیز اقدامات حمایتی بیشتری خواهند داشت، رشد در بازارهای سهام امروز مشهود بود. در آسیا امروز نیکی ژاپن 4.9% رشد داشت، هانگ سنگ 4.2% و شانگهای 1.5%. در اروپا یوکی 100 نزدیک به 3% رشد کرد، داکس آلمان 3.1% و سی ای سی 40 فرانسه نیز 3.5% بهتر از قیمت باز شده بازار معامله می شود. در امریکا و در حالی که شاخصهای اصلی به صورت هماهنگ 1% رشد در ساعات ابتدایی خود را تجربه می کنند، همچنان چشم ها به جلسه شهادت و پرسش و پاسخ آقای پاول در پارلمان می باشند. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. ارزهای مجازی امروز برخلاف بازارهای سهام در وضعیت قرمز بودند. بیت کوین و اتریوم تقریبا بدون تغییر ماندند، اما از قیمت‌های پیشتر خود به شدت کاستند. هم‌اکنون بیت کوین در 9450 دلار معامله می‌شود و اتریوم در 232 دلار. امروز همچنین ریپل 1.3% کاهش داشت و لایت کوین 1%. همانطور که مشاهده نمودید آخرین قیمت نمادهای مختلف نیست به صورت زیرنویس در اختیار شما قرار گرفت.
با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت می کنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی. کانال تلگرامی ما را به آدرس @ پر اسکیلز نیوز دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.